امروز توی بیمارستان بودم، یه مریضی رو آورده بودن که هروئین زیاد زده بود و پرستاری که اونجا بود گفتش که این ماده آدمو بی‌غیرت میکنه و من یه کمی رفتم تو فکر، به همم برخورد، درست خودم مصرف میکنم اما با آدم بر میخوره دیگه، بهم برخورد و نشستم فکر کردم که آقا چرا عوام همچین باوری رو در خصوص این ماده دارن. امروز میخوام در موردش بیشتر صحبت کنیم و بهتون یه سری توضیح اضافه در خصوص این ماده بدم و همچنین نظر خودم رو بگم که چرا این ماده باعث میشه که کسایی که اطلاعاتی ندارن اینجوری فکر کنن که فرد به واسطه مصرف این ماده بی‌غیرت شده. پس با من باشین، کمربندا رو ببندین، کمربندای شلوار رو استثنان محکم ببندین چون قرار شلوارتون پایین کشیده بشه. برو که بریم. یو سلام سلاطین قلبم، عاشقتونم، خیلی خوش اومدین به چنل خودتون، ممنون از همه حمایتاتون، خیلی دوستتون دارم. توی این ویدیو میخوام در مورد صحبت کنیم که با شما چی کار میکنه، چی هست، علائم مصرفش چیه، عوارضش چیه، ترک بی نهایت سختش چجوریه و اطلاعات خیلی جامعی در خصوص این ماده داشته باشیم. پس در ادامه با من باشین، اما قبلش لایک اگه میکنید که حلالتون، اگر نمیکنید که هیچی، اگه سابسکرایب هم میکنید یه کامنت انگلیسی بذارید، خیلی ممنونتون میشم. اینستای من رو هم فالو کنید. دوستان، این ماده از خانواده اوپیوئید هاست. اگر میخواییم بدونین اوپیوئید ها با شما چی کار میکنن و دقیقا مکانیسمش رو درون بدن خودتون متوجه بشین، یه لینک توی دیسکریپشن براتون میذارم، میتونین به اون مراجعه کنین، یه کلیپ خیلی مفصل در موردش ساختم. این ماده از خانواده اوپیوئید هاست ولی جزء قوی ترین اوپیوئید هاست و نیمه صنعتی هستش و یه کلیپ هم دوباره ساختم که چجوری تولید میشه. این ماده رو از فیلم میگیرن که خود این موضوع از شیره گیاه خشخاش میگیرن، ته یه فرایندی میاد تبدیل میشه به. حالا این ماده‌ای که تولید میشه شاید 10-20 برابر قوی تر از اون موضوع باشه و برای همین اعتیادآوری بیشتری داره، علائم مصرفش خیلی شدیدتره، عوارضش بیشتره و ترکش هم سختره. دوستان، مصرف این ماده اینجوریه که یا میریزن روی یه فویلی، خب بعد این فویل و زیرش یه فندک بلیچ میگیرن، این فندکه این پودر رو داغ میکنه، این پودر دودش بلند میشه و با یه لوله خودکار، یه نی خودکار این دود رو میکشن. این یه مدل. مدل دوم اینه که اسنیف میکنن این پودر رو. مدل سوم اینه که میخورن این پودر رو، که زیاد اینا رایج نیست دارم میگم. و مدل چهارم اینه که تزریق میکنن. حالا این تزریق میتونه به هر جایی باشه، به رگ باشه، به عضله باشه، به زبون باشه، به بیزه ها باشه، به هر جایی میتونه باشه. و مشکلاتی که داره، اول بهتون بگم که بیشتر فرم روی فویلش و از همه شایع تره، اما این تفاوت مصرف ها باعث تفاوت فازش میشه. یعنی چی؟ یعنی تو فرم تزریقی، چون به محض اینکه تزریق میکنی وارد خون میشه، تا 5 ثانیه 10 ثانیه فردو میگیره، خیلی سریع میگیره و خیلی سریع هم فرد اوج لذت رو تجربه میکنه، متوجهی؟ اما تو فرم دود کردنی یا تدخینی فرد کم کم میره بالا و به جاش کم کم هم میاد پایین. یعنی اون اوج لذت سریع اتفاق نمیفته و سریع هم فرد رو نمیگیره. اتفاقی که توی فرم تزریقی وجود داره و خیلی بده اینه که به خاطر ناخالصی هایی که این ماده داره، چون یه ماده نیمه صنعتیه، یعنی این رو میان بهش هیدروکلوراید اضافه میکنن، HCL اضافه میکنن، نمیدونم بیکربونات و از اینجور، دقیقا یادم رفته، اینا رو اضافه میکنن، ناخالصی بهش میدن، شیمیاییش میکنن، این ماده ناخالصی و افزودنی زیاد داره. برای همین وقتی به رگ تزریق بشه که خوبه، فبه ها، اما اگه به رگ تزریق نشه و وارد عضله بشه، خب به رگ هم تزریق بشه رگ رو میسوزونه، اما اگه وارد عضله بشه میتونه نکروزهای بافتی، آسیبهای پوستی شدید و عفونتهای پوستی رو با خودش به همراه داشته باشه. برای همین نحوه مصرف خیلی در مورد گیرایی، در مورد عوارض و در مورد ترک تأثیرگذار هستش.
دوستان در مورد فاز مصرفش بیایم اینجوری بگیم که شما فرض کن آقا یه ترامادول با تو چیکار میکنه یا یه بدو با تو چیکار میکنه، این 100 برابرشو میکنه لعنتی. فاز عالی. آقا مشکل ما اینه که از بس بهمون گفتن فلان چیز بده رفتیم سمتش. اگه یکی به ما میگفت فلان چیز انقدر خوبه که تو اگه یه بار بری سمتش دیگه نمیتونی نری سمتش، ما شاید بیشتر میترسیدیم نمیرفتیم سمتش. میدونی چی میگم؟ باید که بیاد باز کنه بگه آقا این ماده در اوایل مصرف، در دوران طلایی مصرف، در اون دو سه ماه اولش شدیداً به آدم حال میده. اگه حال نمیداد که هیچ کس معتادش نبود تو دنیا. پس داستان اینه که خیلی با آدم حال میده. یه اصطلاحی که داره بهش میگن راش یوفوریا، یا ماها بهش میگیم فلاش زدن. راش یوفوریا یعنی احساس لذت سریع و شدید. یعنی چی؟ یعنی فرد وقتی مصرف میکنه این ماده رو، همونجا که مصرف میکنه دراز میکشه و میره تو فاز، و این فاز برای شدیدن لذت بخشه. یه اصطلاحی که داره دچار رویا دیدن میشن این افراد، رویا میسازن، رویا بینی دارن، یعنی دراز میکشن و به آرزوهاشون، به رویاهاشون لذت محض فکر میکنن، انگار وارد بهش شدن. از لحاظ روانی بخوایم بگیم استرساشون رو کم میکنه، استراباشون رو کم میکنه، فرد رو آروم میکنه، دردهای عضلانی رو کاهش میده و احساس لذت فوق العاده زیاد که باعث میشه این سرج دوپامین، این افزایش شدید و لحظه‌ای دوپامین در فرد باعث میشه که فرد احساس لذت زیادی داشته باشه. و مسلماً کلیپای منو حتما دیدین، میدونین هر چی دوپامین سریعتر بره بالا و هر چی بیشتر بره بالا و هر چی ناگهانی تر بره بالا، اعتیاد شدیدتر ایجاد میشه. از لحاظ علائم جسمی مصرف، خب یبوست، کاهش ضربان قلب، کاهش فشار خون و کاهش سطح تنفس که بدترین عارضه مصرف زیاد یا اووردوز این ماده اینه که فرد سطح تنفساش بخوابه، یعنی صرف شه و فرد دچار ایست قلبی تنفسی شه. میوز یا تنگ شدن مردمک، سنگینی و از کرختی اندام. ما میگم شما فرض کن فرد که میزنه همجور اینجور، یعنی پس، یا مثلا فویلو میزنه آتیشو میگیره میره برای خودش سلاتی میره، یعنی اشغال دیگه، چشا رو میبنده و فاز گاد. عالی، البته عالیه دیگه، چرا دروغ بگیم؟ من خودم گوه بخورم برم سمت همچین ماده ای. در خصوص عوارض مصرف این ماده، دو تا عارضه داره که حالا یبوست و اینا که هیچی، دو تا عارضه خیلی بد داره، یکی وابستگی و یکی تحمل. تحمل یعنی چی؟ یعنی شما به خاطر اینکه، بذارین اینجوری بگم، شما 5 گیرنده برای این دراگ دارین، برای این ماده دارین، و 5 از این ماده وارد بدن شما میشه. 5 این ماده، 5 انگوش، 5 گیرنده، 5 × 5 میشه 25. 25 واحد دوپامین در اثر تعامل اینها با هم دیگه درون بدن افزایش پیدا میکنه که این 25 واحد دوپامین یه لذتی به فرد میده. برای مثال میگم، حالا وقتی این سلول هدف میبینه خیلی داره تحریک میشه و دیگه دوست داره یه استراحتی هم بکنه، اون آدم دیگه، اون سلوله میاد میبینه نه این داره تحریک میشه، این داره تحریک میشه به واسطه این ماده، میاد گیرنده های خودش رو کم میکنه، یعنی از 5 میکنتش 4. حالا شما 5 مصرف کردی، 5 ماده با این 4 با هم دیگه وارد تعامل میشن، میشه 20 واحد دوپامین. درست؟ یعنی شما لذت کمتری داری میبری، دوباره همون 5 رو وارد میکنی، اینا میشن 2 واحد، 2 × 5 10. شما به یه جایی میرسه میبینی اه داری مثل قبل مصرف میکنی، اما لذتش 1/10 قبله. مجبور میشه این 5 رو زیاد کنی، بکنی 10 بکنی 20 بکنی 30، و در نهایت این میشه تحمل. یعنی بدن برای داشتن همون لذت قبلی نیاز به دوز بیشتری از همون ماده داره، و
وابستگی. این ماده هم سریع از بدن خارج میشه، یعنی در عرض یه روز از بدن خارج میشه و شما علائم خماری رو دارید. برای همین بدیش همینه که شما باید هر روز بزنید. حالا وابستگی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما این ماده رو اگه نزنی، این ماده از محیط جمع شه، هیچ چیزی این سلول ها رو تحریک نمی کنه. قبلا یه سری شبیه این مواد اوپیویدی ما در بدن داریم که بهشون میگن اندورفین. وقتی این اوپیوید ها وارد بشن، این اندورفین از بدن جمع میشه، چون میبینه خیلی زیاد تو بدن هست. اندورفین میگه من دیگه چرا تولید شم؟ متوجه؟ خیلی دوست دارم ساده بهت بگم. اندورفین جمع میشه، اون اندورفینی که قبلا کار همینا رو میکرد، حالا خیلی کم، خیلی در حد اینکه تو رو لایت کنه، در حد اینکه دوپامین تو رو در حالت معمولی افزایش بده. حالا ایش تو این ماده رو نمیزنی، اینا از بدن جمع میشن و این گیرنده ها میمونن بدون تحریک و علائم شروع میشه. این یعنی وابسته، یعنی اون نباشه من حالم بد که چه عرض کنم، افتضاحه. و میخوام حالا همه اینا رو گفتم به این جنبندی برسم. نظر من اینه که یه آدمی که به نظر من بی سواده که همچین حرفی میزنه، بی سواد از لحاظ ادیکشن، از لحاظ اینکه نمیدونه وابستگی یعنی چی، از لحاظ اینکه نمیدونه عشق یعنی چی، از لحاظ اینکه آقا یه دختر به خاطر عشقش کشی میکنه، نه واقعا کسایی که میان اونجا میگن وای تو چرا این کارو کردی، تو چقدر بی عرضه‌ای، خب تو نمیفهمی عشق یعنی چی، تو هیچ موقع همچین عشقی رو تجربه نکردی که داری با این فرد اینجوری صحبت میکنی. تو وقتی داری میگی این ماده آدمو بی غیرت میکنه، به خاطر اینکه تو عشق رو هنوز نفهمیدی، طرف عاشق این ماده است، طرف میمیره براش. البته توی 2-3 ماه اول، بعد از اینکه 3 ماه رد بشه، اون دوران طلایی رد بشه، دیگه شما به یه جایی میرسه که میزنی که نرمال باشی. اولو میزدی که های باشی، الان میزدی که نرمال باشی، و این تو رو به یه جایی میرسونه که تو میگی آقا این میزنی نرمال باشی، هم باز توی 2-3 سال به یه جایی میرسه که تو بزنی هم نرمال نیستی. حالا یا مجبوری ترک کنی، یا مجبوری بری یه لول بالاتر، بری سورچه بزنی که بالاتر، بری اشک هدا بزنی که بالاتره. اوکی، حالا این که چرا اوف چقدر سریع صحبت کردم، پشمام. اوه، تا موقع لایک کنید. حالا چرا این باور وجود داره که آدمو بی غیرت میکنه؟ به خاطر اینه که انقدر این ماده وابستگی و تحملش زیاده که تو باید، یعنی الان که داری این ماده رو میزنی، باید از همین الان که داری میزنی فکر دوز بعدیت باشی، متوجهی؟ و این واعث میشه که تو از فکر کردن به خانواده، از فکر کردن به پول درآوردن، از فکر کردن به موفقیت، بچه‌هات، کارت، همه اینا بمونی. تو فقط یک ماشینیشی برای زدن، تو یک ماشینیشی برای اینکه دوپامین مغزتو تامین کنی. تو دیگه برات مهم نیست که زنت در آستانه جدایی از توه، برات مهم نیست که بچه‌ها چه لباسی دارن میپوشن، فقط برات مهم اینه که این دوپامینه نیفته. چون وقتی این دوپامینه میفته، انقدر شما نگاه و فرض کن شما گل میزنی، دوپامین تو گل میبره روی 500 رو مثلا، بعد وقتی نمیزنی میاد روی 100، خب 400 تا اختلاف. ولی این ماده دوپامین تو رو میبره رو 5000، وقتی تو نمیزنی 4000 تا این لذتت کم میشین، دوپامینه میفته، افسردگی و کلای کلافه خیلی شدید. و برای همینه که منظور من، حس میکنم منظور اون آدم از این که این ماده آدم رو بیغیرت میکنه، اینه که این ماده باعث میشه آدم انقدی دیوونه و روانیش بشه که از همه جنبه های زندگیش بمونه. سلاطین، واقعا دارم میگم، نمیدونم شما انتخاب داشتین که گل کشیدین، شما انتخاب داشتین که سیگار کشیدین. به نظر من نه، ما هممون یهویی دیدیم توشیم، و اگه توی این ماده نیستی، هر روز خدا تو شکر کن. من راجع به همه دراگا یه کمی تحقیق کردم، یه کمی میدونم. شیشه، اگه سمت این دوتا نرفتی، خیلی خدا تو شکر کن. عاشق اون باسنای گشادتونم که لایک نمی کنید و سابسکرایب که می کنید، کامنت انگلیسی نمی زارید و زنگوله رو نمی زنید و اینستای منو هم فالو نمی کنید. دوستتون دارم با آرزوی زندگی بدور از وابستگی برای تک تکتون. خاک پای شما، سرمه چشمای من،
تا دیداری دیگر. Shots no chasing, we cranking up the basin. Hide in the graves of the kids who went to space. Can't beat so hard to make your motherfucking face cramp. Fuck dancing, we gon' turn this party to a wasteland. Rock spit popping out, pride pop a socket. If you think I'm finna stop, you should probably check your opticals. Mosh, motherfucking know they shit ain't optional. Someone better end up in the motherfucking hospital.